سرخط خبرهای این ساعت ناوهای جنگی آمریکا در راه دریای سیاه ایران و چین فاکتورهای استراتژی آمریکا و اروپا را به هم ریخت بایدن در خاور میانه دنبال دردسر سر می گردد. سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان گرامی به یکی دیگر از بسته های خبری تحلیلی اتاق خبر خوش آمدید. جهت آگاهی از بروزترین خبرهای روز دنیا کانال ما را دنبال کنید. اما خبرهای تحلیلی این ساعت ناوهای جنگی آمریکا در راه دریای سیاه در بیانیه وزارتخانه مزبور آمده که کشتیهای آمریکایی تا 4 می یعنی چهارده اردیبهشت در دریای سیاه حضور خواهند داشت رسانه های محلی گفتند این دو کشتی هفته آینده وارد دریای سیاه خواهند شد یکی از مقام های وزارت امور خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت ما پانزده روز پیش از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع شدیم که دو کشتی نظامی آمریکا به قصد دریای سیاه از تنگه عبور خواهند کرد به نوشته خبرگزاری فرانسه واشنگتن بر اساس مفاد پیمان 1936 مونترو ملزم است 15 روز پیش از عبور کشتی های خود از تنگه های بسفر و دردانل آنکارا را مطلع سازد طبق پیمان مذکور کشتی های نظامی خارجی مجازند تا 21 روز در دریای سیاه حضور داشته باشند. پیشتر یک مقام دفاعی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNN خبر از احتمال اعزام کشتی های جنگی این کشور به دریای سیاه برای حمایت از اوکراین داده بود. در پی تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین یک مقام آگاه در وزارت دفاع آمریکا امروز جمعه به سیانان گفت واشنگتن در نظر دارد تا در هفته های آینده کشتی های جنگی خود را در حمایت از کیف در برابر مسکو به دریای سیاه اعزام کند این مقام گفت نیروی دریایی آمریکا به صورت منظم در دریای سیاه فعالیت می کند ولی اعزام این کشتی ها پیام مشخصی به مسکو ارسال می کند. مبنی بر آنکه واشنگتن به دقت تحولات منطقی را زیر نظر دارد در شرایطی که تنش بین روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ماه های اخیر به اوج خود رسیده روسیه نیز بیش از ده ناو جنگی و نافچه های موشک را برای شرکت در رزمایش بزرگ از دریای خزر به دریای سیاه منتقل می کند. روابط عمومی حوزه نظامی جنوب روسیه 19 فروردین اعلام کرد بیش از ده فروند هواناو، نافچه های موشکنداز، و کشتی های پشتیبانی در حال انتقال از دریای خزر به دریای سیاه برای شرکت در رزمایش بزرگ هستند. این ناوها و نافچه ها با همکاری با واحدهای های دریای دریای سیاه روسیه در رزمایش شرکت خواهند کرد. در رزمایش واحدهای دریایی روسیه در دریای سیاه چندین فروند هواپیمای نظامی و بالگرد و مجموعه های پدافند هوایی شرکت می کنند. پیشتر وزارت امور خارجه روسیه از افزایش تحرکات ناتو در محدوده آبی تحت کنترل اوکراین در دریای سیاه خبر داد. به دنبال تشدید تنش میان روسیه و ناتو و متشنج شدن اوضاع اوکراین که احتمال دخالت ناتو در حوادث این کشور را بالا برده، وزیر دفاع روسیه روز سهشنبه دستور آغاز آزمایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح این کشور را صادر کرد. ایران و چین فاکتورهای استراتژی آمریکا و اروپا را به هم ریختند. آیا بایدن در خاورمیانه دنبال دردسر می‌گردد؟ تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلیتیک با اشاره به اتفاقهای اخیر درباره برجام و بازگشت ایالات متحده به این توافقنامه به تحلیل چگونگی تمایل سریع و سریع آمریکا برای بازگشت به برجام پرداخت و نقش سند چشمانداز همکاری تهران و پکن را بسیار مؤثر دانست عبدالرضا فرجی را تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلیتیک در گفتگو با ایلنا درباره حضور آمریکا در نشست مذاکرات برجامی و همچنین شکسته شدن بمبست برجام اظهار داشت از ابتدای حضور بایدن در کاخ سفید فضایی در حال باز شدن بود و شاهد بودیم مقدار محدودی از پولهای ایران نیز آزاد شد که بعد از رسانه شدن این مسئله جلوی آن را گرفتند از سوی دیگر سختگیری هایی برای افزایش فروش نفت ایران به ویژه نسبت به چین صورت نمی گیرد و در دو ماه گذشته نیز آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران صحبت هایی کردند که به تدریج آمریکا را از موزه اولیه که تاکید داشت ابتدا ایران به تعهدات خود بازگردد و بعد آمریکا باز می گردد و مسئله برجام بیسوب های است و مسائل دیگری هم باید مورد گفتگو قرار بگیرد خارج کرد. به افزود اما از یک ماه گذشته رفته رفته این موضوع در سخنان آمریکایی ها کمتر دیده شد و در دو هفته اخیر هم اصلا دیده نشده است. صحبت اخیر رابرت مالی مبنی بر اینکه ایران کاملا باید از مزایای برجام استفاده کند و در ضمن هیچ شرط دیگری هم نگذاشته نشان میدهد که آمریکایی ها در حال راضی شدن برای بازگشت کامل به برجامند و میخواهند تحریم ها را بردارند اما اینکه تحریم ها را چگونه بردارند و چه کاری انجام دهند را در مذاکرات به گفتگو خواهند گذاشت این استاد دانشگاه با بیان اینکه از سوی طرف ایرانی گفته با آمریکایی ها مذاکره مستقیم نمی کنیم اما در این حال مذاکره غیر مستقیم را پذیرفتند که اروپایی ها و روزها صحبت کننده هستند این مذاکرات در وین در حال انجام است آمریکایی ها به این موضوع تن دادند و اطلاعیه خوبی صادر کردند مسیری که در حال طی شدن است مسیر گشایش است و در پایان مذاکرات وین وضعیت بهتر از امروز می شود وی اضافه کرد البته این موضوع به گونه ای نیست که ظرف یک هفته و با یک دور مذاکره حل شود اما روند رو به گشایش و مثبت است همچنین بر اساس دیدگاه استراتژیک و ژئوپلیتیک توافق 25 ساله ایران و چین روی این مسئله تاثیر داشته وی ای درباره اینکه آیا به همین سرعت امضای سند همکاری ایران و چین روی روابط تهران و واشنگتن تاثیر داشته خاطر نشان کرد آنقدر سرعت آن زیاد بود که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا همان روز نخست اعلام کرد که ما نگرانیم و یک سال است که نسبت به این مسئله نگرانی داشته است چرا آمریکایی ها نگرانند چون در استراتژی ژئوپلیتیک خودشان و بیانیه‌هایی که منتشر کرده اند چین را محور اصلی برخورد قرار دادند. آنها می‌دارند که اگر با چین برخوردهای اقتصادی، فشارهای سیاسی و حقوق بشری و حتی در رابطه با انرژی نداشته باشند، پکن برای آینده در منطقه فکر دارد. این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی تصریح کرد ایران با این قرارداد تفکر غرب را به هم ریخت. اگر توافق ایران و چین به قراردادهای عملیاتی و اجرایی منجر شود، فاکتورهای استراتژی آمریکا و اروپا به هم می‌ریزد. این سند راهبردی میان تهران و پکن به نوعی به ایالات متحده میگویند عجله نکنید که از خاور میانه به سمت شرق حرکت کنید و به چین فشار بیاورید با این توافق بهتر است که فعلا همینجا بمانید وی ادامه داد هرچند که خروج از برجام را ترامپ انجام داده اما اروپایی ها در مجالس و گفتگوهای خصوصی خود آمریکایی ها را سرزنش می کنند چرا که بازار ایران را با این توافق از دست می دهند. همچنین نیاز دارند از لحاظ ژئوپلیتیکی با ایران تعامل داشته باشند اما وقتی تعامل ایران و چین وجود داشته باشد تهران تمایل کمتری به غرب نشان خواهد داد بنابراین اروپایی ها از این موضوع نگرانند و دیگر حرفی از شروط برای بازگشت به برجا مطرح نمی کنند. بسیار متشکر و سپاسگزار از توجه شما به این بخش خبری تحلیلی. لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید و کانال ما را سابسکرایب کنید. روز خوش و خدا نگهدار